بسی معلوماتی رو با هم یک جا تماشا کردیم در مورد لکه های صورت در نزد خانم ها. بیشتر صحبت ها رو با دکتر صاحب می داشته باشیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. علیکم سلام، هم سلام خدمت شما و بیننده های عزیز از تلویزیون خورشید، خصوصا برنامه درمان تقدیم می کنم. زنده و سلامت باشین دکتر صاحب. می خواهیم بیشتر در مورد لکه های صورت در نزد خانم ها صحبت داشته باشیم، روی علل و عاملش و روی وقایه و تداویش بیشتر می خواهیم بشنویم، اما چه خوب است که تعریف داشته باشیم از این بخش. خب، لکه‌هایی که در نزد خانم های عامله بیشتر دیده میشه و یا در نزد خانم های جوانه که بعد از اینکه ازدواج میکنن و در زمان بارداری یا حمل پیشونا لکه تحسس میکنن، خصوصا بعد از ماه چهارم حاملگی، به نام لکه های عاملگی یا کلازما یاد میشه. این لکه بیشتر به شکل یک شپرک تشبیه شده که به دو طرف رخسار، بالای بینی و نای پیشانی و اغلبا بالای لب بالا یا قسمت نایی برود در این قسمت تحسس میکنه. لکه ها به شکل لکه های قهوهی کمرنگ یا تیره یا بعضا خفیف و کمرنگ میتونه که پیدا شوه. به ارتباط عللش یا سببش که چرا این پیدا میشه، علتش این است که از اثر هورمون ها، هورمون هایی که در زمان حمل یک سلسله هورمون های اضافی در بدن مادر تولید میشه و جلد مادر حساس میسازه و باعث تزیید یا زیاد شدن تولید سباق ملانین یا رنگ در جلد میشه. باید بگیم که رنگ جلد اساسا از اثر حجراتی که در جلد ما وجود دارد، یعنی حجراتی که رنگ ساز است که به نام ملانین یاد میشه، او حجرات مسئول تولید رنگ هستند و رنگ در حجرات که به نام ملانین یاد میشه یا ملانوسیل یاد میشه، پروسه تولید رنگ در وجه آغاز میشه، تولید میشه و رنگ به وجود میه. و رنگ وقتی که در جلد به وجود میه، اون حالتی است که رنگ های متفاوت میتونه که در جلد مشخص شود، بنابر فعالیت زیاد حجرات ملانین. در صورت که حجرات ملانین یا حجرات رنگ ساز رنگ زیاد تولید کنند، رنگ جلد تیره تر میشه و اگر مقدار تولید رنگ در حجرات رنگساز بالت طبیعی یا نرمال باشه، رنگ جلد هم نرمال می باشه. در زمان حاملگی یا در زمان بارداری این پروسه کمک مختل میشه، یعنی به این معنی که تولید رنگ یا ملانین در حجرات رنگساز افزایش پیدا میکنه و جلد هم حساس میشه در مقابل شعاع آفتاب. زمانی که اعتیادات پیدا شوه و از اثر تحریک هورمونی رنگ در حجرات رنگساز افزایش پیدا کنه، تولید رنگ زیاد شوه پیش ما خانم و این تصادفاً به معرض شعاع خورشید یا شعاع آفتاب قرار بگیره، باعث میشه که لکه ها در دو طرف رخسار، بالای بینی، دنای پیشانی، در مجموع دنای صورت پیدا شود. علتش اینمی است. بسیار خوب. قسمی که در بسته معلوماتی هم مشاهده کردیم و دکتر صاحب شما هم اشاره داشتن که نزد خانم های باردار و خانم هایی که ازدواج میکنن و از دواها یا تابلت های غیر بارداری اونا استفاده میکنن، این لکه ها بیشتر دیده میشه. اما بعضی از دختر خانم ها بیشتر شکایت از همون لکه هایی که به صورت خال یا چتکی میباشه در رویشان، بیشتر شکایت دارن که عوامل این را هم کمخونی میدانن، ولی میتونه کمخونی هم نقش داشته باشه در قسمت لکه های صورت یا خیر دکتر صاحب؟ خب، بیشتر که ما شما ذکر کردیم لکه های مخصوص حاملگی بود که برام ماسک حاملگی یاد میشه که در جریان بارداری پیدا میشه، گورا علتش ما شما بیان کردیم. خب، دیگر پیدا شدن لکه های قهوه‌ای کمرنگ به صورت نقطوی در جلد روی، در نای بینی، رخسار، در این طرف میتونه پیدا شبکو عوامل ارسی یا جنیتیک داره، خصوصا پیش کسایی که از نظر سکن فنوتایپ یا از نظر ای که اما خصوصیات منحصر به فرد پیش هر کس فرق میکنه که نویت جلد یا رنگ جلد چه قسم است یا به چی نو است. ما شما از نظر تقسیم بندی که جلد شده پنج نوع رنگ تا یعنی پنج نوع رنگ که در نزد انسان ها مشخص شده، قسمی است که مثلا رنگ سفید بسیار روشن است که را اسکن فنوتایپ یک میگن، بعد از اون رنگ سفید معمولی است و سفید که ما شما میبینیم رنگ گندمی است، گندمی روشن است، بالاخره رنگ سیاه است.
او آلت را که بیشتر شما ذکر کردین که پیداشتن نقاط قهوه‌ای کمرنگ به صورت نقطه نقطه که با نام ککومک یا نسکک یا کنجتک یاد میکنن، او آلتی است که یک زمینه مساعد ارثی موجود میباشه. قسمی که از نسل هایی که اونا رنگ سفید میداشته باشن یا جلد سفید دارن، کسایی که رنگ سفید دارن، موهای خرمایی یا زرد یا طلایی یا موهای تشبیه شده به رنگ سرخ، و یا همچنان کسایی که جلد روشن سفید، موهای رنگه یا چشمای رنگه دارن، مثلا چشم سبز، آبی یا فیروزه‌ای، جلد بسیار روشن و سفید و موهای خرمایی یا زرد یا طلایی، پیش اونا زمانی که در سن 6 سالگی یا 8 سالگی قرار می داشته باشن، نقاط قهوه‌ای کمرنگ اول به صورت نقطوی پیدا میشه بالای بینی و رخسار، و یک طفل کلان میشه به سن 10 و 12 میرسه این نقاط زیادتر میشه و تیره رنگ میشه. بسیار خوب، کمخونی اصلا نقش نداره؟ خب کمخونی در یکی از حالات که مثلا اگر ما شما فکر کنیم در صورت که یک خانم حامله میباشه، او باید عواملی که به خاطر صحت و سلامتیش در نظر سوره باید در نظر بگیره. کمخونی، کمبود کلسیم، آهن، پروتین ها، باید همین تمام مواد باید ما شما در نظر بگیرید. دقیقا. دکتر صاحب، میشه در مورد راه های وقایه قبل از این که این لکه ها در صورت یک خانم به وجود بیاید چی راه های وجود داره بخاطر وقایش؟ خب بخاطر وقایه خانم های عامله که میبینن اتاق مشکل پیدا میشه، بهتری است که همه خانم ها چی در جریان بارداری باشه چی قبل از بارداری، بهتری است که از سن بلاک یا کریم های ضد آفتاب استفاده کنند. بسیار. کریم های ضد آفتاب نظر به این که امو شخص چه قسم جلدش است، یعنی جلد چرب داره یا خشک داره، مشخص شده، و اسکن فینوتایپ هر کس نظر به استعمال کریم های ضد آفتاب میتونه مشخص شود. به این صورت یعنی بهتر است که از کریم های ضد آفتاب به خاطر جلوگیری استفاده شود. دکتر صاحب، کوتاه در قسمت راه های تداوی هم، چون وقت فرصت کم است؟ خب در قسمت تداوی زمانی که لکه ها ایجاد میشه، وقتی که خانم در زمان بارداری قرار داشته می باشه و طفل به دنیا میاد، اساسا به مدت 40 روز یا 1 ماه 2 ماه باید این لکه ها برطرف شود. در صورتی که برطرف نمیشه، با متخصصین جلدی اینا مشوره کنن، درمان داره، تداوی داره، دوای موجود است که لکه ها را برطرف میکنه و جلد پاک میسازه. بسیار خوب، زنده و سلامت باشین دکتر صاحب، سپاس از حضورتان، بحث خیلی خوب با شما داشته. میرم. خب دوستای عزیز، به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. سپاس از همراهیتان. انشالله که شما هم از توصیه‌های خوب دکتر صاحب مستفید شده باشین. در قسمت جلوگیری و وقایه و راه های تداوی به خاطر لکه های صورت در نزد خانم ها، تا برنامه بعد و دیدار بعد که انشالله فردا در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما رو به خداوند پاک میسپاریم. لحظات اوقات خوش داشته باشین.